سلام، امیدوار هستم که روز یک شنبه خوبی رو در ایران آغاز کرده باشید. شنبه شب در لس آنجلس و 5:30 بعد از ظهر یک شنبه در سیدنی استرالیا. نهایتاً بازی‌های آسیایی به پایان رسید. در این 20 روزی که بازی‌ها در جریان بود، در طی 12 برنامه سعی کردیم که تا حدی که امکاناتمون اجازه میده بازی‌ها رو به تصویر بکشیم. هدف برنامه گزارشگر همه که عقل، انصاف و خواسته های مردم امروز ایران رو در خصوص ورزش در نظر بگیره. در این 20 روز از دلاوری های ورزشکاران دختر و پسرمون گفتیم و تا حد امکان اونها رو به تصویر کشیدیم. حتی مسابقات دخترانمون رو که کانال های جمهوری اسلامی نمایش نمیدادند رو سعی کردیم از طرق مختلف به دست بیاریم، از جمله نبرد وشوی خدیجه آزادپور بود که تلویزیون ایران تنها شاید 2 ثانیه زمانی که او روی خدمت شما عرض کنم صندلی کنار دوشک نشسته بود رو نشون داد و ما کامل این مسابقه رو به نظر گرامی بینندگان عزیز رسوندیم. در این برنامه ها از بی‌لیاقتی ها و مداحی های صدا و سیما گفتیم، از سوء استفاده های تأسف برانگیز مسئولین جمهوری اسلامی در خصوص ورزش و سوء استفاده از مدال گرفتن بچه ها گفتیم، از پیروزی های فرزندان ایران هم باید می گفتیم. امروز در برنامه با 2 تا از دست اندرکاران ورزش ایران، یعنی دیشب در واقع گفتگو کردم که برای برنامه امروز تقریبا بخش عمده برنامه‌مو این 2 گفتگو میگیره و امیدوار هستم که هر دوشو بتونیم تمام کنیم و پخش کنیم. با مهدی رستم‌پور صحبت کردم که گزارشگر تلویزیون ایران بوده تا 1.5 سال پیش، حالا پناهنده است در دانمارک. با تونیا ولی‌اوغلی صحبت کردم که شناگر تیم ملی شنای ایران در بازی‌های آسیایی تهران بوده و حالا مدت هاست که پناهنده است در آلمان و ورزشش رو اونجا ادامه میده. جالب اینجاست که این هر 2 نفر هم در اظهار نظرهاشون نه با داد و فریاد و بیمنطقی، که قبل از مصاحبه کاملا متوجه شدم که مراقبند که 3 اصلی رو که در ابتدای برنامه گفتم، یعنی عقل، انصاف و خواسته های واقعی مردم امروز ایران رو مد نظر داشته باشند و بتوانند ورزش ورشکسته ما رو، ورزشی که در سال 1974 تازه داشت شکوفه میزد که به در واقع باروری برسه و بعد از 31 سال حتی اون رکوردهای سال 1974 رو ما نتونستیم هنوز تکرار بکنیم. گزارشگر جز خدمت به ورزش، جوانان ایران و برداشتن قدمی هرچند کوچک در بیان وضعیت اسفناک ورزش و سوء استفاده های مسئولین از ورزش برای توجیه خودشون، برای گفتن اینکه ما خوبیم و دیگران بد هستند، نداره. قطعا در این راه ما موانعی رو داریم، اما تا وقتی که در خدمتون باشم عقل، انصاف، خواسته های امروز مردم ایران رو مد نظر خواهیم داشت و شکی نیست، یعنی شکی که خودم حداقل این شک رو ندارم که با بیش از 40 سال تجربه در ورزش و تلویزیون این تجارب و تحصیلات به هر حال مختصری که حاصل شده رو حداقلش این هست که در خدمت این هدف قرار بدم و نه هیچ چیز دیگری. گفتم که با 2 عزیز گفتگو داشتم.
ابتدا میریم گفتگوی ما رو با مهدی رستمپور میبینیم. او تا چند وقت پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکرد. یک سال و نیم پیش به دانمارک رفت همراه تیم کشتی ایران. بعد دیگه بر نگشت و حالا خوشحالم که در دانمارک تقریبا جا افتاده و مشغول خدمت به ورزش ایران شده، از اون نوعی که گزارشگر هم سعی میکنه انجام بده این کار رو. میریم به دانمارک و گفتگوی ما رو با مهدی رستمپور میبینید. این مصاحبه چون از طریق اسکایپ ضبط شده، ممکنه گاهی برای لحظاتی تصویر فریز بشه، ثابت بشه. این مشکل از ما بوده. دیشب ساعت 2:30 بعد از نیمه شب به وقت سیدی این مصاحبه ضبط شده. درود بر شما جناب آقای وارث، استاد عزیزم و بینندگان گرامی. به طور کلی افکار عمومی به نظر میرسه که از ورزشکارای ایرانی رضایت خاطر داره، خصوصا در رشته های انفرادی که در مجموع ورزشکارای ایران موفق ظاهر شدن. بحث ما الان پرداختن به اخبار و نتایج مسابقات نیست. آنچه که من میخوام بهش اشاره کنم، بهره برداری سیاسی غیر قابل باوری است که در این دوره از مسابقات جمهوری اسلامی ایران از این مسابقات صورت داد، چیزی که در قیاس با تمام مسابقات قبلی قبل و بعد از انقلاب بی سابقه بوده. نگرش کاملا سیاسی به مسابقات و استفاده از صدا و سیما به عنوان یک بلندگوی تبلیغاتی در جهت بهره برداری ایدئولوژیک از مسابقات بازی‌های آسیایی، به این شکل که در چنین مواقعی در واقع از دو روی ورزش یک بخش اون حذف میشه، یعنی شکست حذف میشه و نادیده گرفته میشه. در حقیقت ورزش جعل میشه حقیقت ورزش و فقط پیروزی باقی میمونه، به این شکل که اگر ورزشکارا به پیروزی رسیدن که پیروزی حاصل شده، گزارشگر حق داره حتی رقیب مغلوب رو مسخره کنه، تیم مغلوب رو از هر کشوری که باشه مورد تمسخر قرار بده. اما اگر شکست خوردیم، در اون صورت میشه گفت همین که ما در این مسابقات شرکت کردیم خیلی خوب بوده، بچه‌های ما تلاش خودشونو کردن، جا داره بازم تبریک بگیم. و اون چیزی که ما در این دوره از مسابقات شاهد اون بودیم، تقلیل پیدا کردن رسانه ملی و گزارشگر به یک مداح، چیزی که به عینه دیدیم. بعد از کسب هر مدال طلا، رئیس سازمان ورزش با گرمکن میومد توی استادیو و اونجا هم انگار همیشه حاضر بود و تبریک میگفت به رئیس جمهور و اینکه رئیس جمهور ما خیلی ورزش دوسته، همین الان من باهاش در ارتباط بودم، تبریک گفت به بچه‌های ما و ایشون واقعا ورزش رو دوست داره، ما بعداً بهتر از اینم نتیجه خواهیم گرفت و به اندازه 50 سال کار کردیم. و مدال طلای بعدی نوبت آقای علی آبادی بود که بیاد از زاویه خودش باز همین مسائل رو مطرح کنه. و جالب اینجا بود که اخبار موثق از محل برگزاری مسابقات، رقابت شدیدی بین این دو نفر وجود داشت برای اعطای مدال پای سکوهای مختلف. به طور مثال در وشو که قرار بود آقای علی آبادی مدال بده، آقای سعیدو پیش دستی کرد و اسم خودش رو از رئیس فدراسیون ایران خواست که جلوتر بره و تغییر بده. در رشته های مختلف باز به همین ترتیب بود و وقتی که در وزن برداری آقای سعیدلو اومد مدال بهداد سلیمی رو بده، آقای علی آبادی رفت از بازی فوتبال ایران و عمان استفاده کرد. بازی که تموم شد در جمع خبرنگاران گفت زحمات ما بوده که این اتفاق افتاده و دو طرف رقابت سنگینی رو با هم داشتن برای مصادره این عناوین. چیزی که هست، مسابقات به پایان رسیده و آقای وارث، من همواره سعی کردم چه در ایران چه در اینجا منتقد منصفی باشم نسبت به اتفاقاتی که رخ میده در عرصه ورزش یا غیر از اون. من هر چقدر سعی میکنم در واقع سهمی رو برای این دولت پیدا بکنم، در جستجوهای خودم ناموفق هستم. توضیح خواهم داد که چرا. ببینید، البته جابجایی علی آبادی با سعیدلو در رأس سازمان تربیت بدنی مثبت بود، به این خاطر که بخشی از آب رفته به جوی برگشت و علی سعیدلو اومد از یکی دو تا چهره متخصص ورزشی مثل حمید سجادی یا حمید قاسمی در سطح معاونت سازمان استفاده کرد و پاداشای هنگفتی که قبل از اعزام کاروان به ورزشکارا پرداخت شد که در رشته‌های غیر فوتبالی واقعا موثره.